80 سال داستان کوتاه ایرانی گردآورنده حسن میرابدینی داستان دوم گیل مرد اثر بزرگ علوی بزرگ علوی تهران 1282 برلین 1375 هدایت با رئالیسم شخصی و خلاقانه به داستان کوتاه کیفیتی هنری و حال و هوایی شاعرانه بخشید و در نتیجه افق آن را گسترده تر کرد. در این راه بزرگ علوی همراه او بود. علوی نصری ساده و فارغ از لفاظی های زبان محاوره دارد. حتی در گفتگوها نیز از شکستن نصر و محاوره کردن آن پرهیز می کند. علوی به زندگی روشنفکران و طبقه متوسط مرفه می پردازد. با وجود دقدره سیاسی داستانهایش عاطفی است و در آنها زنان چهره فداکارتر و دوست داشتنی تر از مردان یافتند. در آثار هدایت زنان در پرده هجابند اما در داستانهای علوی زنان زبان می و امکان بازگویی حراسها و آرزوهای خود را می آوند. و این امر به داستانها جاذبه ای روانشناختی می بخشد. ویژگی مهم داستان های علبی و از جمله داستان زیبای گیل مرد در ساخت رازامیز و کنش جستجوگرانه آن است. در اغلب داستان راوی مثل کاراگاه داستان پلیسی دست به کار شده تا راز واقعی را که مشمول مرور زمان شده است کش کند. او با کنار هم نهادن روایت روایتگرانی غیر موثق به جلوه های متنوعی از واقعیت توجه می راهها و حدس های متفاوتی را پیش روی خواننده می نهد و پایانی قطعی برای داستان در نظر نمی گیرند. این نوع ها مثل خائن یا رمان چشمهایش بر اساس تجسس فعالی تحریزی شده اند که معمولا در داستان های جستجوگرانه پلیسی دیده می شود. هدایت در داشاکل به خورد شدن فرد در سلسله مراتب سنت و اجتماع می پردازد و بر درگیری درونی انسان تاکید می کند. علوی قهرمانان داستان خود را در متن وقایع سیاسی اجتماعی و در حال جدار با موانع بیرونی وصف می کند. علوی در آلمان درس خواند و رومانتیسم ادبیات آنجا تاثیر دیرپایی بر آثارش نهاد. در بازگشت به ایران در 1307 از سوی به جمع ادبی صادق هدایت گروه ربعه پیوست و از سوی جذب محفل سیاسی دکتر تقی ارانی شد حضور در آن جمع به رشد ادبیش کمک کرد اما شرکت در محفل سیاسی جز حبس و تبعید ثمری برایش نداشت و سبب شد چنان که خود میگوید در نیمه راه نویسندگی بماند و به حد دلخواهش نرسد از او چند رمان مجموعه داستانهای زیر به چاپ رسیده چمدان 1313 و های زندان 1320 نامه ها 1330 و میرزا 1357 از علوی داستان گیل مر را میخوانیم گیل مرد باران هنگامه کرده بود با چنگ میانداخت و میخواست زمین را از جا بکند درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند از جنگلها صدای شیون زنی که زج میکشید کشید می آمد. باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود رشته های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می دوخت. نهرها تقیان کرده و آبها از هر طرف جاری بود دو معمور تفنگ به دست گیلمر را به فومن می بردند. او پتوی خاکستر... خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته ای که از پشتش آویزان بود در دست داشت. بی اتناب باران و بوران و معمور و جنگل و درختان و تفنگ و مرگ پاهای لختش را به آب می زد و قدمهای آهسته و کوتاه بر می داشت. بازوی چپش آویزان بود. گویی سنگینی می کرد. زیر چشمی به معموری کنار او راه میرفت و سرنیزه ای که به اندازه یک کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد تماشا می کرد. آستین نیمتنش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت یک بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد. دستی به صورتش میکشید مثل اینکه وضو گرفت و آخرین قطعات آب را از صورتش جمع میکند فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن و استخانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن میکرد وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار میشد معمور اولی به اسم محمد ولی وکیل باشی از زندانی دل پری داشت راحتش نمیگذاشت حرفهای نیشدار به او میزد فوشش میداد و تمام صدماتی را که راه دراز و باران و تاریکی و سرمای پاییز به او میرسان از چشم گیل مرد ماجراجو بیگانه پرست تو دیگه میخواستی چی کار کنی؟ شلوغ میخواستی بکنی؟ خیال میکنی مملکت ساب نداره؟ بیگانه پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود و فرمانده از رادیو و مطبوعات ملی آموخته بود شیش ماه دولت هی داد میزنه میگه بیایید حق ارباب و, و بدی مگه کسی حرف گوش میده به مفخوری عادت کردن اون ممر و لولو برد گذشت دوره هرج و تموم شد پس مالک از کجا زندگی کنه مالیات رو از کجا بده دولت پول نداشته باشه پس تکلیف ما چیه همینطوری کردید که پارسال چهار ماه حقوق ما رو عقب انداختن اما دیگه حالا دولت قوی شده بولشویک بازی تموم شد یه ماه که هی میام تو قعب خونه از این آبادی به اون آبادی میرم میگم بابا بیاید حق بابا بدید اعلان دولت اووردم آوردم چسبوندم براشون خوندم که اگه یا نخوان سهم مالکو بدن به سرکار فرمانده پادگان مراجعه نموده تا به وسیله امنیه کلیه بهره مالکانه آنها وصول و ریسال شود بهشون گفتم که سرکار پادگان کیه؟ تو گوششون فرو کردم که من همه کارش هستم. بهشون حالی کردم که وصول و ایثار یعنی چی؟ مگه حرف شنفتم؟ آخه میگید مالک زمین بده، بز بده، مخارج آبیاری رو تحمل بکنه و آخرش هم ندونه که بهره مالکونش رو میگیره یا نه؟ ندادن، حالا دولت قدرت داره، دو برابرش رو میگیره. ما که هستیم گردن کلوفترم شدیم لباس آمریکایی پالتوی آمریکایی کامیون آمریکایی همه چی داریم مگه کسی گوش میداد سهم مالک چیه دریق از یک پیاله چای که به من بدن حالا حالا بعد قهقهه میزد و میگفت حالا خدمتتون میرسن بگو ببینم تو چه کاره بودی دلاور دلاور بودی سواد داری؟ گیل مرد گوشش به این حرفا بدهکار نبود و اصلا جواب نمیداد. از طولم تا اینجا بیش از چهار ساعت در راه بودند و در تمام مدت محمد, وکیل، محمد ولی وکیل باشی دست بردار نبود. تهدید میکرد. زخم زبان میزد. حساب کهنه پاک میکرد. گیل مرد فقط در این فکر بود که چگونه بگریزد. اگر از این سلاح که دست وکیل باشیست یکی دست او بود گیرش نمی آوردن. اگه سلاح داشت اصلا کسی او رو سر زراعت نمی دید که به این مفتی معمول بتونه بیاد و اونو ببره. چه تو های خوبی دارن. اگه صد تا از اینا دست آدم های آکل بود هیچ کس نمی تونست پا تو جنگل بگذاره. اگر از این تو ها داشت اصلا خیلی چیزا اینطوری که امروز هست نبود. اگه آن روز تفنگ داشت امروز سغرا زنده بود و او محض خاطر بچه شیرخارش مجبور نبود سر زراعت برگرد و زخم زبون آگل, آگل لولمانی رو تحمل کنه که به او میگفت تو مرد نیستی تو ننه بچتی اگه صد تا از این توفنگ ها در دست او و آگل لولمانی بود دیگه کسی اسم بهره مالکانه نمی بود. توفنگ چیه؟ اگه چوب کلفت دستی گیرش می اومد کار این وکیل باشی ای رو می ساخت. کاش بارون بند می اومد و اون میتونست تونست تک چوبی پیدا کنه. اون وقت خودش رو به زمین مینداخت با یه جست بر می خواست و در یه چشمه به هم زدن با چوب چنان ضربتی بر سر نیزه وارد می کرد که تفنگ از دست محمد ولی بپره. کار اونو می ساخت. اما مامور دومی سه قدم پیشا پیش او حرکت کرد اوی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود. او را نمیشناخت. هنوز قیافش را ندیده بود. با او یک کلم هم حرف نزده بود. کشتن کسی که آدم او را ندیده و نشناخته کار آسانی نبود. او اگه قاتل سغرا گیرش می اومد دونست که باش چیکار کار کنه. با دندوناش هنجره اونو می با ناخوناش چشماشو در می مرد لرزید نگاه کرد دید محمد ولی کنار او راه می رود و از سر نیزش آب می چکد. از جنگل صدای زنی که قش کرده و جیغ می زند می محض خاطر بچهاش امروز گیر افتاده بود. حرف سر, حرف سر این است که تا چند از اینها از وضع او با خبر هستند تا کجا رو می محمد ولی به او گفته بود خان نایب گفته یه سر بیا تا فومن و برو میخوام بدونن که از آگل خبر داری یا نه به حرف اینا نمیشه اعتماد کرد و آگل تا آن دقیقه آخر به او میگفت نرو بر نگرد نرو سر زراعت پس بچه شو چه کنه اونو به کیویس اگه بچه نبود دیگه کسی نمیتونست اونو پیدا کنه اون وقت چه آسون بود گرفتن انتقام سغرا از احتیه صدها از این بر میامد. اما آگل لولمانی آدم دیگری بود. چشمشو هم میذاشت و تیر در میکرد. مخصوصا از وقتی که دخترش مرد خیلی قصی شده بود. او بی خودی همین میتونست کسی رو بکشه. آگل میتونست با یه تیر از پشت سر کلک معمور دومی رو که سه قدم پیشاپیش او پوتین به آب و گل میزند بکند. اما این کار از دست او بر نمی آمد. از او ساخته نیست. محمد ولی رو دیده بود او رو میشناخت شنیده بود روزی به کومه او آمده و گفته بوده اگه فوری پیش خان نایب به فومن نره گلوی بچه رو میزنم سر نیزو میبرم تا بیایی رقب بچهش این را به مارجان گفته بود معمور دومی پیشاپیش پیش آنها حرکت میکرد از آنها بیش از سه قدم فاصله داشت او هم در فکر بدبختی و بیچارگی خودش بود او را از خاش آورده بودند بی خبر از هیچ جا آمده بود گیلان برنج این ولایت برش نمی ساخت. همیشه از داشت سردش می شود. باران و رطوبت بی حالش کرده بود با دو تا پتو شبها یخ می کرد روزای اول هر چی کم داشت از کومه های گیل مردان جمع کرد به آسانی می اسمی روی آن گذاشت اینا اساسیه یه که گیل مردان قبل از ورود قوای دولتی از خانه های ملاکین چپاول کردند. اما بدبختی این بود که در کومه ها هیچ چیز نبود. در تمام این صفحات یک تکه شیشه پیدا نمی شد. که با آن بتونه ریش خود رو اصلاح کنه چه برسه به آینه معمور بلوچ مزه این زندگی را چشیده بود مکرر زندگی خود آنها را قارت کرده بودند آنجا در ولایت آنها آدمهای خان یک مرتبه مثل مور و ملخ میریختند توی دهات از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و تخم مرغ هرچه داشتن می بردن. به بچه و پیرزن رحم نمی داغ می کردن. یکی دو مرتبه که مردم ده بیچاره می شدن کت را پیش خان همسایه می و از او کمک می گرفتن و به دین طریق دهکده به تصرف خانی در می آمد. این داستانی بود که بلوچ از پدرش شنیده بود. خود او هرگز رعیتی نکرده بود او همیشه از وقتی که به خاطرش هست تفنگدار بوده و همیشه مزدور خان بوده اما در بچگی مزه قارت و بیخانمانی را چشیده بود معمور بلوچ وقتی فکر میکرد که حالا خود او معمور دولت شده است وحشت میکرد برای اینکه او بهتر از هر کس میدانست که در زمان تفنگداریش چند نفر امنیه و سرواز کشته خودش میگفت به اندازه موهای سرم. برای او زندگی جدا از تفنگ وجود نداشت. او تو با تفنگ به دنیا آمده. با تفنگ بزرگ شده و با تفنگ هم خواهد مرد. آدم کشی برای او مثل آب خوردن بود. تنها دفعه ای که شاید از آدم کشی متأثر شد موقعی بود که با اسب سرباز جوانی را که شطور ورش داشته بود در بیابان داغ دنبال کرد. شطور طاقت نیاورد. خوابید. سرباز تفنگش را انداخت زمین و پشت پالان شطور پنهان شد. بلوچ چند تیر انداخت و نزدیکش رفت. توفنگ او را برداشت و میخواست سرش را که از پشت کوهان شطور دیده میشد هدف قرار دهد که سرباز داد زد امان برادر منو نکش. او گفت "پچه کارت کنم؟ نکشم تم از بیابی میمیری. بعد فکر کرد پیش خودش گفت یه گلوله هم یه گلوله است افسار شطور را گرفت و برگشت. یه میدون اون طرفتر چشمه است. برو خودتو اونجا برسون. صد قدمی شطور را یدک کشید و بعد خاصو را رها کند. چون که به درد نمیخورد. دید نمی شود. سرباز و شطور را همین طور به حال خودشان گذاشت. برگشت و با یه تیر کار سرباز و ساخت. این تنها قتلی است که گاهی او را ناراحت می کند. خودش هم میدانست که بالاخره سرنوشت او نیز یک چنین مرگی را در بر دارد پدرش دو برادرش اغلب کسانش نیز با ضرب تیر دشمن جان سپرده بودند وقتی خانها به تهران آمدند و وکیل شدند او نیز چاره نداشت جز اینکه امنیه شود اما هیچ انتظار نداشت که او را از دیار خود آواره کنند و به گیلانی که آنقدر مرتوب و سردست بفرستند معمور بلوچ ابدا توجهی به گیل مرد نداشت و برای او هیچ فرق نمیکرد که گیل مرد فرار کند یا نکند. به او گفته بودند که هر وقت خواست به با تیر کارش را بسازد و او به تفنگ خود اطمینان داشت. معمور بلوچ در این فکر بود که هر طور شده پول و پلهی پیدا کند و دو مرتبه بگریزد به همان بیابانهای داغ. بالاخره بیابان آنقدر وسیع است که امنیه ها نمی توانند او را پیدا کنند. هر کدام از این معمورین وقتی خانه کسی را تفتیش می کردن، چیزی گیرشان می آمد. در صورتی که امروز صبح در کومه گیلمر وکیل باشی چهار چشمی مواظب بود که او چیزی به جیب نزند خودش هرچه خواست کرد. پنجاه تومن پولی که از جیب گیلمر در آورد صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چیزی که او توانست به دست آورد یک تپانچه بود آن را در کروج لای, لای دسته های برنج پیدا کرد یک مرتبه فکر تازه‌ای به کله مأمور بلوش زد تپانچه اقلا پنجاه تومن میارزه بیشترم میارزه پاش بیفته کسایی هستن که صد تومنم بدن ساخت ایتالیاست فشنگش کمه حالا کسی هم اسلحه نمیخره این دهاتی ها مال خودشون هم میندازن توی دریا پنجاه تومن میارزه به شرط اون که پول رو با خود آورده و به کسی نداده باشه باد دست بردار نبود مشت مشت باران را توی گوش و چشم مامورین و زندانی میزد میخواست پتو را از گردن گیرمت باز کند و بارانی های را به یغما ببرند قررش آبهای قلیز جیغ مرقابی های وحشی را خفه میکرد از جنگل گویی زنی که درد میکشید شیون میزند گاهی در هم شکستن ریشه یک درخت کهن زمین را به لرزه در می آورد. یک موج باد از دور با خشاخش شروع و با وحشیانهی وحشیانه ای خط شد. تا قهوه که رو به آن در حرکت بودند چند صد زر بیشتر فاصله نبود. اما در تاریکی و بارش و باد سوی کمرنگ چراغ نفتی آن دور به نظر می آمد. وقتی به قهوه خانه رسیدن محمد ولی از قهوه چی پرسید کته داری؟ داری می؟ چای چطور؟ چاییم داری می؟ داری؟ ها ایده نه اتاق بالا رو زود خالی کن بجور اتاق تو تو خوشکا کردیم. زمینش که خالیه خالیه اینجا پست امنیه نداره؟ چرا داره؟ کجا؟ ای او طرفتر شبی سابید بوشویدی بیا ما رو ببر به اتاق بالا اتاق بالا رو به ایوان باز می شود. از ایوان که تارمی چوبی داشت افق روشن پدیدار بود اما باران هنوز می بارید و در اتاق کاهگلی که به سقف آن برگهای توتون و هندوانه و پیاز و سیر آویزان کرده بودند بوی نم می آمد. محمد ولی گفت یالا میری گوشه اتاق جنب و خوری می بعد رو کرد به قهفه چی و پرسید اون طرف که راه به خارج نداره. قهفه چی وقتی گیل مرد جوان را در نور کمرنگ چراغ بادی دید فهمید که کار از چه قرار است و در جواب گفت راه نره. سرکار منم از اوشانه که ماشین لخت کوده؟ برو مردی که عقب کارت. بی نگاه به بالا بکنی همه بسات تو به هم میزنن خود تو از این بدتری بعد رو کرد به مامور بلوچ و گفت خان اینجا باش من پایین کشیک میدم بعد من میام بالا تو برو پایین کشیک بکش و چاییم چایی, هم چایی هم بخور گیل مرد در اتاق تاریک نیمتنه ی آسین کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد دستی به پاهایش کشید آب صورتش را جمع کرد و به زمین ریخت شلوارش را بالا زد کمی ساق پا و سر زانو و رانهایش را مالش داد از سرما چندشش شد خود را تکانی داد و زیر چشمی نگاهی به معمور دومی انداخت معمور بلوش تفنگش را با هر دو دست محکم گرفت و در ایوان باریکی که ما بین تارمی و دیوار اتاق وجود داشت ایستاده بود و افق را تماشا میکرد در تاریکی جز نفیر باد و شرشر باران و گاهی جیغ مرغابی های وحشی صدایی شنیده نمیشد. گویی در عمق جنگل زنی شیون میکشید. مثل اینکه میخواست دنیا را پر از ناله و فقان کنه. برعکس محمد ولی معمور بلوچ هیچ حرف نمیزد. فقط سایه او در زمینه ابرهای خاکستری که در افق دائما در حرکت بود علامت و نشان این بود که راه آزادی و زندگی به روی گید مرد بسته است. باد کومه را میداد و فقانی که شبیه به شیون زن دردکش بود خواب را از چشم گیل مرد می بود. به خصوص که گاه گاه باد ابرهای حائل قرص ماه را پراکنده می کرد و برق سرنیزه و فلز توفنگ چشم او را خسته می ساخت. صدایی که از جنگل میآمد شبیه به ناله سغرا بود. درست همان موقعی که گلوله ای از بالاخانه کومه ای خدا در طلم به پهلویش خورد. سغرا بچه را گذاشت زمین و شیون کشید. نمیخوای فرار کنی؟ نه. بی اختیار جواب داد. نه. ولی دست و پای خود را جمع کرد. او تصمیم داشت با اینها حرف نزند. چون این را شنیده بود که با معمور نباید زیاد حرف زد. اینها از هر کلمه ای که از دهان آدم خارج شود و نفع خودشان نتیجه میگیرند. در استنتاق باید ساکت بود. چرا بی خودی جواب بدهد؟ امنیه میخواد بفهمد که او خواب است یا بیدار و از جواب او فهمید. دیگر جواب نمیدهد. ببین چی میگم. صدای گرفته و سرماخورده بلوچ در نفیر باد گم شد. طوفان قوقا میکرد ولی در اتاق سکوت وحشتسایی حکمفرما فرما بود. گیلمر نفسش را گرفته بود. نترس. گیلمر میترسید. برای اینکه صدای زیر بلوچ که از لای لبوریش ریشش بیرون می آمد او را به وحشت می افکند من خودم مثل تو راهزن بودم. بلوچ خاموش شد. دل گیر مرد هر ریخ پایین. مثل اینکه اینها بوی بردن. مثل تو راهزن بودم. نام دروغ می گوید. می خواهد از او حرف در بیاورد. حیبت خاموشی امنیه بلوچ را متوحش کرد. آهسته تر سخن گفت. امروز صبح که تو کروج تفتیش میکرد در تاریکی صدای خشخش خش آمد مثل اینکه دستی به دسته های برگ توتون که از سقف آویزان بود خورد تکون نخور میزنم صدای بلوچ قاطع و تهدید کننده بود گیر مرد در تاریکی دید که امنیه به طرف او قرار رفته است بشیم تاتی نشست و گوشش را تیز کرد که با وجود حیاهوی سیل و باران و باد دقیقا کلماتی را که از دهان امنیه خارج می شود بشنود. بلوچ پچ پچ می کرد. تو کروج میشنوی شنوی وسط یه دسته برنج یه تپونچه پیدا کردم. تپونچه رو که میدونی دونی مال کیه. گزارش ندادم. برای اینکه ممکن بود که حیف و میل بشه. همراه هم که خودم به فرمانده تحویل بدم. میدونی که اعدام رو شاخته. سکوت. مثل اینکه دیگر طوفان نیست و درختان کهن نره نمیکشند و صدای زیر بلوچ تمام این نره ها و هیاهو و قرش و ریزش ها را می گوش میدی؟ نه ترس. من خودم رعیت بودم. میدونم چی میکشی. ما از دست خانهای خودمون خیلی صدمه دیدیم. اما باز رحمت به خانها از اونا بدتر امنیه ها هستن. من خودم مدتی یاقی بودم. به اندازه موهای سر آدم کشتن برای اینه که امنیه شدم. تا از شر امنیه راحت باشم. از من نترس خدا رو خوش نمیاد که جوونی مثل تو فدا بشه فدای هیچو پوچ بشه یه ماهه که از زن و بچم خبر نداره براشون خرجی نفرستادم اگه محض خاطر اونا نبود حالا اینجا نبودن میخوای این تپونچه رو به پس بدم گیل مرد خورخور خور نفس میکشید چیزی گلویش را گرفته بود. دلش می تپید. عرق روی پیشانیش نشسته بود. صورت مخوفی از امنیه بلوچ در ذهن خود تصور کرده و از آن در حراس بود. نمیدانست چه کار کند. دلش میخواست بلند شود و آرامتر نفس بکشد. تکون نخور. تپونچه در دست منه. هفت تیره. هر هفت فشنگ در, در شونه است. برای تیراندازی حاضر نیست. بخوای تیراندازی کنی باید گلنگدن رو بکشی من این تپونچه رو بهت میدم دیگه گیر مرد طاقت نهی نمیدی دروغ میگی چرا نمیذاری بخوابم زجرم میدی مسلمونا به دادم برسید چی میخوای جونم اما فریادهای او نمیتوانست به جایی برسد برای اینکه طوفان هر گونه صدای ضعیفی را در امواج باد و باران خفه میکرد داد نزن نترس بهت میدم بهت بگم اگه پات به اداره امنیه یعنی فومن برسه کارت ساخته است اگه نشنیدی که چند روز پیش یه اتوبوس رو توی جاده لخ کردن از اون روز تا حالا هر چی آدم بوده گرفتن من مسلمون هستم به خدا و پیغمبر عقیده دارم خدا رو خوش نمیاد که گیل مرد آرام شد راحت شد خیلی از ما رو گرفتن از اون میخواهند تحقیق کنن چرا داد میزنی؟ بهت میدم اصلا بهت میفروشم هفتیر مال توست اگه من گزارش بدم که تو خونه تو خونه تو پیدا کردم خودت میدونی که اعدام رو شاخته به خودت میفروشم پنجا تو من که میارزه تو تو خودت میدونی و محمد ولی ها نمیارزه پولت پیش خودته یا دادی به کسی گیل مرد آرام شده بود و دیگر نمیلرزید دست کرد از زیر پتو دستمال دو بسته ای را که همراه داشت باز کرد و پنجاه تومن اسکناس دو تومانی را که خیس و نیمه خمیر شده بود حاضر در دست نگه داشت بیا بگیر حالا نوبت بلوچ بود که بترسه نه اینطور نمیشه بلند میشی وای میستی پشتتو میکنی به من پولو میذاری تو جیبت من پولو از جیبت در میارم اون وقت هفتی رو میزد میندازم تو جیبت دست تو باید بالا نگه داری تکون بخوری با گنداغ توفنگ میزنم تو سرت ببین من همه حقه هایی رو که تو بخوای بزنی بلدم تموم مدتی که من کشیک میدم باید رو به دیوار پشت به من وایستی تکون بخوری گلوله تو کمرته وقتی من رفتم خودت میدونی با وکیل باشی شرشر آب یک نواخ تکرار میشد این آهنگ کشنده جان گیر مرد را به لب آورده بود. آب از ناودان سرازیر بود. این زمزمه نقمه کوچکی در میان این قلیان و خروش بود. ولی بیش از هر چیز دل و جگر گیل را میخورد. دستهایش را به دیوار تکیه داده بود. گاه باد یکی از بسته های سیر را به حرکت در می آورد و سرانگشتان او را قلقلک می‌داد. پیراهن کرباس تر به پشت او می چسبید. تپانچه در جیبش سنگینی میکرد گاهی تا یک دقیقه نفسش را نگه میداشت تا بهتر بتواند صدایی را که میخواهد بشنود او منتظر صدای پای محمد ولی بود که به پله های چوبی بر بخورد گاهی زوزه باد خفیفتر میشد زمانی در ریزش یک نواخت باران وقفه ای حاصل میگردید و به نتیجه در آهنگ شرشر نافدان نیز تأثیر داشت ولی صدای پا نمی وقتی امنیه بلوچ داد زد آهای محمد ولی آهای محمد ولی نفس راحتی کشید این یک تغییری بود آهای محمد ولی گیل مرد گوشش را تیز کرده بود به محض اینکه صدای پا روی پله های چوبی به گوش برسد باید خوب مراقب باشد و در آن لحظه ای که امنیه بلوچ جای خود را به محمد ولی میدهد، برگردد و از چند ثانیه ای که آنها با هم حرف میزنند و خشخش حرکات او را نمیشنوند استفاده کند هفتی را از جیبش درآورد و آماده باشد مثل اینکه از پایین صدایی به آواز بلوج جواب گفت ای کاش باران برای چند دقیقه هم شده بند میآمد کاش نفیر باد خاموش میشد کاش قررش سیلاسا برای یک دقیقه هم شده از قطع میشد زندگی او همه چیز او بسته به این چند ثانیه است چند ثانیه یا کمتر اگر در این چند ثانیه شرشر یک نواخت آب ناودان بند می آمد با گوش تیزی که دارد خواهد توانست کوچکترین حرکت را درک کند آن وقت به تمام این را خاتمه داده می شد می رود پیش بچهش بچه را از مارجان می گیرد با همین تفنگ وکیل باشی میزند به جنگل و آنجا میداند چه کند از پایین صدایی جز هوهوی باد و شرشر آب و خشاخش شاخه های درختان نمیشنید گویی زنی در جنگل جیغ میکشید ولی بلوچ داشت صحبت میکرد تمام اعصاب و عضلات تمام حواس تمام قوای بدنی او متوجه صدایی بود که از پایین میرسید ولی نفیر باد و ریزش باران از نفوز صدای دیگر جلوگیری میکرد تکون نخور دستتو تو بزا به دیوار گیل مرد تکان خورده بود بی اختیار حرکت کرده بود که بهتر بشنود گیل مرد آهستو گفت گوش بدن بدن چی گم بلوچ نشنید خیال میکرد اگر به زبان گیلکی گوید محرمانه تر خواهد بود آهای برار من ترکی کار نرم وله او گردم که وقتی آیه اونو بیده نه. باز هم بلوچ نشنید. صدای پوتین هایی که روی پله های چوبی میخورد او را ترسانده و در عین حال به او امید داد. عجب بارونی دست بردار نیست. این صدای محمد ولی بود. این صدا را میشناخت شناخت. در یک چشم به هم زدن گیل مرد تصمیم گرفت. برگشت در, در دست در جیبش بود دسته هفتی را در دست گرفت. فقط لازم بود که گلنگدن کشیده شود و تپانچه آماده برای تیراندازی شود اما حالا موقع تیراندازی نبود برای اینکه در این صورت مأمور بلوچ برای حفظ جان خودش هم شده مجبور بود تیراندازی کند و از هر دوی آنها نمی توانست ای کاش می گلنگدن را بکشد تا دیگر در هر زمانی که بخواهد آماده برای حمله باشد. هفتی را که خوب میشناخت از جیب درآورد. آن را وزن کرد مثل اینکه بدین وسیله اطمینان بیشتری پیدا می کرد. در همین لحظه صدای کشیدن کبریت نقشه او را برهم هم زد خوشبختانه کبریت اول نگرفت مگه بارون میذاره کبریت ته جیب آدم هم خیز شده کبریت دوم هم نگرفت ولی در همین چند ثانیه مرد راه دفاع را پیدا کرده بود هفتی را به جیب گذاشت پتو را مثل شنلش روی دوشش انداخت و در گوشه اتاق کس کرد. آهای چرا بیار ببینم کبریت خیس شده. بلوچ پرسید چرا میخوای چه کار کنی؟ هست؟ نرفته باشه؟ کجا میتونه بره؟ بیداره صداش بکن جواب میده. محمد ولی پرسید آی گیل مرد خوابی یا بیدار؟ در همین لحظه کبریت آتش گرفت و نور زردرنگ آن قیافه ادهاتی را روشن کرد از تمام صورت او پیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده میشد با همان کبریت سیگار آتش زد مثل اینکه سفر قندهار میخواد بره پتو هم همراه خودش آورده کتت رو هم که خورده ای ای برار کل مای خور حالا باید چند وقتی تهران بری تا آش گل گیوه خوب حالت بیاره چرا خوابت نمیبره محمد ولی تریاکش را کشیده شنگول بود. چطوری؟ احوالت چطوره؟ تو هم لاور بودی یا نبودی؟ حتما تو لاور دهقانان دهقانان تولم بودی؟ ها؟ جواب نمیدی؟ ها, ها ها گیر مرد دلش میخواست این قهقه کمی بلندتر میشد تا به او فرصت میداد که گلنگدن را بکشد و همان آتش و سیگار او را هدف قرار دهد و تیراندازی کند. بگو ببینم اون روزی که با سرگرد اومدیم تولم که پاسگاه درست کنیم همین تو نبودی که علم داره همه شده بودی و گفتی ما اینجا خودمون داروغه داریم و کسی رو نمیخوایم بیشرفا ما چند نفر رو کردن تو خونه و داشتن خانه رو آتش میزدن حیف که سرگرد اونجا بود و نزاشت و علا با همون مسلسل همه رو درو میکردن اون لاور کلفتتون رو خودم به درک فرستادن. بگو ببینم تو هم اونجا بودی؟ راستی اون لاورها که یه زبون داشتن به اندازه کف دست حالا کجان؟ چرا به دادت نمیرسن؟ بعد چندین فحش آبدار داد. تهرون نستشون رو برداشتن. دیگه کسی جرات نداره جیک بزنه. برشویکی میخواستید بکنید؟ اون وقت زناشون چه زنای سلیتهی؟ واه واه. بحث خاطر همونا بود که سرگرد نمیذاشت تیر اندازی کنی. چطور شد که حالا موش شدن و تو سوراخ رفتن؟ آخ اگه دست من بود. نمیدونم چی کارت میکردن. چرا گفتن که تو را سعی و سالم تحویل بدن؟ حتما تو یکی از اون کلوفتاشون هستی. و الا همین امروز صبح که دیدمت کلکتو تو میکندم. جلو چشمت زن تو. آها چه کار داری میکنی؟ تکون بخوری میزنمت. صدای گلنگدن تفنگ گیر را که داشت بی احتیاطی میکرد سر جای خود نشان. گیر بی اختیار دستش به دسته هفتی رفت. همان زنی که چند ماه پیش در واقعه طلم تیر خورد و بعد مرد زن او بود. سغرا بود. بچه شش ماهه داشت و حالا این بچه هم در کمه او بود و معلوم نیست که چه بر سرش خواهد آمد. مارجان آدمی نیست که بچه را نگه دارد. اصلا از مارجان این کار ساخته نیست. دیگر کی به فکر بچه اوست؟ گیرمت گاهی به حرفهای وکیل باشی گوش نمیداد. او در فکر دیگری بود. نکند که تپانچه اصلا خالی باشد. نکند که بلوچ و وکیل باشی با او شوخی کرده و هفتیر خالی به او داده باشند. اما فایده این شوخی چیست؟ چنین چیزی غیر ممکن است. محص خاطر این بچهاش مجبور بود گاهی به طولم برگردد. هفتیر را وضع کرد. دستش را در جیبش نگه داشت مثل اینکه از وزن آن می توانست تشخیص دهد که شانه با فشنگ در مخزن هست یا نه همین حرکت بود که محمد ولی را متوجه کرد و لوله تفنگ را به طرف او آورد نوک سرنیزه بیش از یک ضرب با او فاصله داشت و الا با یه فشار لوله را به زمین می گفت و تفنگ و ای دستش در می بود. آی برار خوابی یا بیدار بگو ببینم شاید تو رو به فومن میبرن که با آگا لولمانی رابطه داری. چند فوش نثارش کرد. یک هفته خواب ما رو گرفت. روز و روشن وسط جاده یا اتومبیل رو لخ کرد. سبیل اونو هم, دود میدن. نوبت اونم میرسه. بگو ببینم. درست اون زنی که اون روز در طلم تیر خورد دختر اونه؟ گاهی طوفان به اندازه شدید می که شنیدن صدای برنده و با تنین و بیگره محمد ولی نیز برای گیل با تمام توجهی که به او معطوف می کرد غیر ممکن بود. در صورتی که درست همین مطالب بود که او میخواست بداند و از گفته های وکیل باشی می حد زد که چرا او را به فومن می برند. و یا حداقل آن کسی که دستور توقیف او را داده بود میدانستند که او داماد آگل بوده و هنوز هم ما بین آنها رابطه ای هست. گیر مرد این را میدانست که داروغه او را لو داده است. اغلب به پدردنش گفته بود که نباید به این ویشکا سوگه ای اعتماد کرد و شاید اگر محض خاطر این ویشکا سوگه ای نبود امروز آن حادثه طولم که محمد ولی خوب از آن با خبر است اتفاق نمیافتاد و شاید سغرا زنده بود و دیگر آگل هم نمیزد به جنگل و تمام این حوادث بعدی اتفاق نمیافتاد و امروز جان او در خطر نبود یک تکان شدید باد کومه را لرزان شاید هم درخت کوهنی به زمین افتاد و از نهیب به آن کومه تکان خورد اما محمد ولی یک ریز حرف میزد ها 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 میخندید و تهدید میکرد و از زخم زبان لذت میبرد چه خوب منظره داروغه و ویشکا ای در نظر او هست. سالها مردم را غارت کرد و دم پیری باج می گرفت. برای اینکه از شرش راحت شوند او را داروغه کردند. چون که در آن سالهای قبل از جنگ ارباب هم در تهران همه کاره بود و پای امنیه ها را از ملک خود بریده بود. و آنها جرات نمی کردن در آن صفحات در آن صفحات کیابیایی کنند. همین آگل پدرزن او واسطه شد تا ویشکاسوگه ای رو داروغه کردند و واقعا هم دیگه جز اموال رقیب های خود مال کس دیگری رو نمی چاپید. محمد بلی بار دیگر سیگاری آتش زد. این دفعه کبریت رو لحظه جلو آورد و صورت گیل مر را روشن کرد. دود بنفش رنگ بینی گیل مر را سوزان. ببین چی میگم؟ چرا جواب نمیدی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی ما آمدیم در طولم پست کنیم به سرگور گفتی که ما بهره خودمون رو دادیم و نوت کردی چرا حالا دیگه لال شدی؟ خوب به خاطر داشت راست میگفت وقتی دهاتی ها گفتند که ما داروغه داریم گفت برید نوایندگانتون رو معین کنید با اونا صحبت دارم او هم یکی از نمایندگان بود سرگرد از اونا پرسید که بهره امسالتون رو دادید یا نه همه گفتند دادیم بعد پرسید قبل از اینکه لاور داشتید دادید یا بعد هم دادید داتیا گفتند همون وقت داده بودیم و هم حالا دادیم بعد سرگرد رو کرد به گیل مرد و پرسید مثلا تو چی دادی گفت من ابریشم دادم برنج تخم مرغ سیر قوره انار ترش پیاز جاروب چوکول کلوش آرد برنج همه چی دادم بعد پرسید مال امسال هم دادی؟ گیلمر گفت امسال ابریشم دادم برنجم میدم. بعد یک مرتبه گفت برو قبوز تو بردار بیار. بیچاره لطفلی پیرمرد گفت شما که نماینده مالک نیستید تا اومد حرف بزنه سرگرد خوابوند بیخه گوش لطفلی اون وقت دهاتی از اتاق اومدن بیرون و معلوم نشد کی شیپور کشید که قریب چندین هزار نفر دهقان آمدند دور خانه بعد تیراندازی شد و یک تیر به پهلوی سغرا خورد و لطفلی هم جا به جا مرد دهاتی ها شب جمع شدند و همین داروگه ویشکا سوغری رو ویشکا پیشنهاد کرد خونه رو آتیش بزنند و اگه شب یه جوخه دیگه سرباز نرسیده بود اثری از اونا باقی نمیمون محمد ولی سیگار میکشید. گیلمرد فکر کرد همین الان بهترین فرصته که او رو خل کنم. تمام بدنش میلرزید. تصور مرگ دلخراش صغرا اختیار را از کف او رو بوده بود. خودش هم نمیدانست که از سرما میلرزد یا از پریشانی. اما محمد ولی دست بردار نبود. تو خیلی استایی. از اون که کارا هستی. یک کلمه حرف نمیزنی. میترسی که خودتو لو بدی. بگو ببینم کدوم یکی از اونایی که توی اتاق با سرگور صحبت میکردن آگل بود؟ من از هیچ کس باکی ندارم. آگل لا مذهبه. خودم میخوام کلکشو بکرم. هم قطاران من خودشون به چشم دیدن که قرآن و آتیش زده. دلم میخواد گیر خودم بیفته. کدوم یکیشون بودن؟ حتما اون که ریشه کوسه داشت و بالا دست تو وایستاده بود. ها؟ چرا جواب نمیدی؟ خوابی یا نفیر باد نرهای عجیبی از قر جنگل به سوی کومه همراه داشت جیغ زن قررش گاو ناله و فریاد اعتراض هرچه گیل مرد دقیق تر گوش میداد بیشتر می شری. مثل اینکه که نالهای دلخراش سغرا موقعی که تیر به پهلوی او اصابت کرد نیز در این حیاهو بود اما شرشر کشنده آب نافدان بیش از هر چیزی دل گیل را می خراشند. گویی کسی با نوک ناخون زخمی را ریش ریش می کند. دندانهایش به زربا یک نواخت ریزش آب به هم می خورد و داشت بیتاب می شد. آرامشی که در اتاق خوک فرما بود ظاهرا محمد وکیل باشی را مشکول کرده بود. او می خواد بداند که آیا گیلمت خوابیده است یا نه. چرا جواب نمیدی؟ شما دشمن خدا و پیغمبرید. قتل همه تون واجبه شنیدم آگول گفته که اگه قاتل دخترشو بکشن حاضر تسلیم بشه آره جون تو من اصلا اهمیت نمیدم به اینکه اون زنی که اون رود با تیر من به زمین افتاد دخترش بوده یا نبوده به من چه؟ من تکلیف مذهبی ما انجام دادم میگم میگم که آگل دشمن خداست و قتلش واجبه شنیدی؟ من از هیچ کس باکی ندارم من کشتم هر کاری از دستش برمیاد بکنه توفنگ رو بذار زمین دکون بخوری مردی این را گیل مرد گفت صدای خفه و گرفته ای بود وکیل باشی کبریتی آتک زد و همین برای گیل مرد به منزله آژیر بود در یک چشم به هم زدن تپانچه را از جیبش در آورد و در همان آنی که نور زرد و دود بنفش کمرنگ گوگر اتاق را روشن کرد پیرمرد توانست گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد محمد ولی برای روشن کردن کبریت پاشنه تفنگ را روی زمین تکیه داده اما لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود هنگامی که دستش را با کبریت دراز کرد سرنیزه زیر بازوی چپ او قرار داشت در نور شعله کبریت لوله هفتیر و یک چشم باز و سفید گیلمر دیده میشد و کیلباشی گیت شد آتش کبری دستش را سوزان و بازویش مثل اینکه بیجان بی جان شده باشد افتاد و خورد به رانش. توفنگ و رو زمین. تکون بخوری مردی. لوله هفتیر شقیقه وکیل باشی را لمس کرد. گیل مرد دست انداخت بیخ خلش را گرفت و او را کشید توی اتاق. سب کن. الان مزدتو میذارم کف دستت. رجز بخون. منو میشناسی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ باران می بارید. اما افق داشت روشن می شد. ابرهای تیره کم کم باز می شدن. می گفتی از هیچ کس باک نداری؟ نه تر. هنوز نمی کشمه. با دست خفت می کنن. سغرا زن من بود. نامرد. زنمو کشتی. تو قاتل سغرا هستی. تو بچه منو بی مادر کردی. نسلتونو بر می دارم. بیچارتون آگل منم. ازش نترس ها چرا تکون نمیخوری تفنگ را از دستش گرفت وکیل باشی مثل جرز خیز, خ... جرز خیز خورده وارفت گیل مرد تفنگ را به دیوار تکیه داد تو که گفتی آگل نمیترسی آگل منم بیچاره آگل لولمانی از قصه دخترش د... مرگ شد من گفتم که اگه قاتل سغرا رو به من بدن آگل تسلیم میشه آره آگل نیست که تسلیم بشه اتوبوس تو جاده هم من زنم تمام اونایی که با من هستن همشون از اونایی که دیگه بی خانمون شدن همشون از اونایی که از سر آب و ملک بیرونشون کردن اینا رو بهت میگم که وقتی میمیری دونسته مرده باشی بلند شو هفتیرم را گذاشتم توی جیبم میخوام با دست بکشمه میخوام گلوت و گاز بگیرم آگل منم دلم داره خنک میشه از فرط درندگی لح, لح میزد نمیدانست چطور دشمن را از بین ببرد دست باچه شده بود در نور سحر هیکل کوفته و کیلباشی تدریجا دیده میشد آره من خودم لاور بودم سوادم دارم این پنج ساله یاد گرفتم خیلی چیزا یاد گرفتم میگی مملکت هرج نیست هرج مگه چیه ما رو میچاپید از خونه و زندگی آوارمون کردی دیگه از ما چیزی نمونده رعیتی دیگه نمونده چقدر همین خود تو تلکه کردی عمرت دراز بود اگه میدونستم قاتل سغرا حالا هفت کفنم پوسونده بودی کیلا مذهبه شماها که هزار مرتبه قرآن و مه کردید و زیر قولتون زدی نیومدید قسم نخوردید که دیگه همه امان دارن چرا مردم رو بی خودی میگیرید چرا بی خودی کی دزدی میکنه؟ جد، اندر جد من در این ملک زندگی کردن کدوم یکی از ارباب ها پنجاه سال پیش در گیلون بودن؟ زبانش تتق میزد به قدری تون میگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد وکیل باشی دو زانو پیشانیش را به کف چوبی اتاق چسبانده بود روی کف اتاق نترس اینجوری نمیکشمت بلند شو میخوام خونتو بخورم حیف یه گلوره آخه بدبخت تو چه قابل هستی که من یه فشنگ خودم و محض خاطر تو دور بندازم بلند شو اما وکیل باشی تکان نمیخورد حتی با لگدی هم که گیل مرد به پای راست اوزد فقط صورتش به زمین چسبید عضلات و استخانهای او دیگر قدرت فرمانبری نداشتند گیل مرد دست انداخت و یخه پالتوی بارونی او را گرفت و نگاهی به صورتش انداخت. در روشنایی خفه صبح باران خورده قیافه وحشت زده محمد ولی آشکار شد. عرق از صورتش می ریخ. چشمهایش سفیدی می زد. بی حالت شده بود. از دهنش کف زرد می آمد و خرخر می کرد. همین که چشمش به چشم براق و برافروخته گیل افتاد به تتپت افتاد. زبانش باز شد. نکش. اموم بده پنج تا بچه دارم به بچه های من رح کن هر کاری بگی میکنن منو به جوانی خودت ببخش دروغ گفتم من نکشتم سغرا رو من نکشتم خودش تیر اندازی میکرد مسلسل دست من نبود گریه میکرد التماس و عجز و لاوه معمور مانند آبی که روی آتش بریزن التحاب گیل مرد را خاموش کرد یادش آمد که پنج تا بچه دارد اگر راست بگوید بیاد بچه خودش که در گوشه کومه بازی میکرد افتاد. باران بند آمد و در سکوت و صفای صبح ضعف و بیغیرتی محمد, و... محمد, ولی تنفر او را برانگیخت. روشنایی روز او را به تعجیل باداشت. گیل مرد توف کرد و در عرض چند دقیقه پالتوی بارانی را از تن وکیل باشی کند و قطار فشنگ را از کمرش باز کرد و پتوی خود را به سر و گردن او بست کلاه او را بر سر و بارانیش را بهتن کرد و از در و اتاق بیرون آمد در جنگل هنوز هم شیون زنی که زجرش میدادند به گوش میرسید در همین آن صدای تیری شنیده شد و گلوله‌ای به بازوی دست گیل مرد اصابت کرد هنوز برنگشته گلوله دیگری به سینه او خورد و او را از بالای ایوان سرنگون ساخت مأمور بلوچ کار خود را کرد. شهریور 1326 دو امنیه وکیل و بلوچ دارن از میان جنگلی طوفان زده گیلمر را برای محاکمه به شهر میبرند. داستان در حرکت به وقوع می و نویسنده فرصت می یابد را معرفی کند و رابطه پدید بین آنها را شکل دهد. علوی از طریق حرفهای وکیل باشی و بازگشت های ذهنی گیل مرد به گذشته حال و هوای اجتماعی یک دوره جنبش دهقانان علیه احباب و انگیزه یاقی شدن گیل مرد را به نمایش در می آورند. به واقع سفر عینی سه همراه ناگزیر به سفر ذهنی گیل مرد و بلوچ کامل می شود و خوبیت آنها را شک می دهد. علوی از آشفتگی طبیعت بهره می جوید تا راهی به آشوب ذهنی گیلمر مرد بگشاید. نیروی قریب این داستان را می توان در شور رومانتیکی دانست که از به همامیختگی طبیعت و وضعیت روحی آدم ها ناشی می شود. جنگل طوفان زده هم مکان رویداد هاست و هم زمینه ذهنی کنش های گیل مرد را می سازد و مکمل شخصیت اوست. شیون زنی که از اعماق جنگل به گوش می رسد، مایه تکرار شونده است که چون یک موسیقی زیرزمینی صحنه ها را قطع می کند یا به هم پیوند می دهد. صدایی است که گیل مرد را به اقدام برای فرار و انتقامگیری گیری برمی علوی با تاکید بر نوع رابطه ای که بین سه پدید می آید تعلیق مناسب داستان را پدید می آورد و مدام بر حول و ولای خواننده برای دانستن ادامه ماجرا می افزاید. بلوچ در قیاب وکیل باشی با جلب اعتماد گیلمرد آن دو را در گیر بازی پیچیده می کند و با دسیسه که می چیند آنان را درست در زمانی که فکر می کند به پیروزی نزدیکن از پای در می آورد. میان پرده یک جمالزاده هدایت و علوی به عنوان آغازگران داستان نویسی جدید ایران کوشیدند فرم ادبی داستان کوتاه را به جامعه بشناسانند و آن را با مقتضیات زبان فارسی هماهنگ کنند حکایت های کوتاه برخلاف افسانه بلند منصور در سنت ادبی کلاسیک ما جایگاه در خور توجهی داشتند به عنوان نمونه می تواند جوام الحکایات گلستان و کلیلو و دمنه نام برد. اما حکایت ها عمدتا محمل بیان حکمت پند و انداز و انتقاد اجتماعی بودند و ادبیات عدبی... روایی آنها از اهمیت کمتری برخوردار بود حتی نویسندگان دوران مشروطه نیز ادبیات تخیلی را زیر پوشش داستانهای واقعی ارائه میکردند توجه جمالزاده به ویژگی صرفا تخیلی داستان سبب پیشگامی او در نصر واقعگرای معاصر میشود صفحات هفتهنامه افسانه مجله ویژه داستانهای کوتاه ایرانی و خارجی فضای مناسبی برای تجربه این شیوه تازه ادبی بود. افسانه در چهار دوره 1307 9 10 و 23 و در بیش از 200 شماره انتشار یافت. سالهای پس از جنگ دوم جهانی و سقوط دیکتاتوری رضا شاه، سالهای او سالهای رواج و محبوبیت داستان کوتاه است. با باز شدن درهای جامعه به روی افکار گوناگون روشنفکران که تشنه در یافت مسائل تازه بودند با اشتیاق به ترجمه روی آوردند آثار ترجمه شده از نویسندگان اروپایی و آمریکایی که در بکارگیری شگردها و تکنیک های ادبی ماهرترند بر کار نویسندگان ایرانی تاثیر نهاد و سبب گسترش میدان دید و جلب توجه آنها به مضمونها و صناعتهای نوین داستان نویسی شد نقش ماهنامه های ادبی مثل سخن را در رواج داستان کوتاه نباید دست کم گرفت این نوع مجلات با فراهم آوردن فضای لازم برای چاپ داستان کوتاه بسیاری از نویسندگان را به نوشتن ترغیب کردند چوبک گلستان و آل احمد نمایندگان اصلی حرکتی بودند که در این سالها داستان کوتاه را به یکی از شاخه های تنومند ادبیات معاصر تبدیل کرد اینان در فضایی که با ظهور پیشگامانی چون جمالزاده، هدایت و علوی به وجود آمده بود، پرورش یافتند. اما هر یک صدای خاص خود را پیدا کردند و بر نسلی از خوانندگان تاثیر گذاشتند. اینان که به نوآوری در ادبیات میاندیشیدند برای باستاب دادن ابعاد تازه واقعیت به قول همینگوی، درگیر کار تمام وقت نثرنویسی شدند. آنان داستان را از درونگرایی روانشناختی آثار هدایت و علوی به سوی ترسیم روابط عینی متمایل کردند به جای انباشتن نصر از واژگان آمیانه زبان را به عنوان گوهر داستان مورد توجه قرار دادند و به تمهیداتی برای پدید آوردن ساختمانی خلاقانه اندیشیدند از دوره مشروطه به بعد مایه اصلی زبان ادبیات معاصر را محاوره مردم تشکیل میداد اما چوبک، گلستان و آل احمد از ظرایف نصر کلاسیک نیز برای قنابخشیدن به نصر خود بهره بردن و با توجه کردن به آهنگ درونی حاصل از دنبال هم قرار گرفتن کلمات در راه پدید آوردن نصری حسیتر و ملموستر کوشیدند اینان با توجه بیشتر به صناعت صناعت نوشتن کوشیدند نمایشی کردن و نشان دادن جزئیات را جایگزین وصف و نقل ماجرا کنند از همین رو به نظرگاه بیشتر توجه کردند از قدرت نویسنده به مسابه،, مسابه راوی دانای کل کاستن و بر قدرت شخصیت داستان افسوده.